من بعد از اینکه دانشگاه فارغ التحصیل شدم به دلیل اینکه با کودکان کار میکردم سالها، اولین کارهایی که کردم خیلی شبیه کاری بچه 3-4 سال است. چون با بچه ها کار میکردم حسشون رو، حالشون رو، نگاهشون رو، حرفایی که میزدن و برداشتهایی که مثلا از طبیعت داشتن، از میوه داشتن، از آسمون داشتن، از درخت داشتن، اینا رو من میفهمیدم. خیلی سعی میکردم که خودم رو جای بچه 3-4 ساله بذارم و سعی کنم مثل همون طراحی کنم، مثل همون رنگ بذارم. همزمان با این کار کودکانه من داشتم نقاشی های پل کله رو مطالعه میکردم. پل کله میدونید که از فیلسوف‌ترین نقاشان معاصر دنیاست، سوئیسیه، و اون هم سعی میکرد این کودکان کار بکنه، و ولی بسیار بسیار قوی و بسیار فیلسوفانه کار کرد که آخرش هم نوشته تو کتابش که با همه سعی که کردم که مثل کودک بشم ولی نتونستم. بعد آمدم یه مرحله جلوتر، خواستم که یه مقدار از اطلاعات هنری خودم رو که در دانشکده کسب کرده بودم، از نظر کمپوزیسیون، رنگ، فرم، فضاهای پر، فضاهای خالی، ریتم، حرکت، بافت، اینا یه تغییراتی بدم. اینجا آغاز دخالت من در حس کودکانه شد، یعنی خودم دیگه حالا کم کم داشتم خودم میشدم. اینجا بود که رنگ سفید غالب شد. یعنی یکی از تصمیماتی که گرفتم برای اینکه خودم باشم این بود که رنگ ها رو تا اونجا که ممکنه به حداقل برسونم. هیچ وسیله هم جز رنگ سفید نداشتم که این کارو بکنم. در نتیجه حتی من بعضی از کارها رو کرده بودم، تموم شده بود، امضا هم کرده بودم، بعد گفتم خب حالا میام میخوام روی اینا رنگ بذارم، رنگ سفید بذارم. آمدم روی اینا رنگ گذاشتم و رنگ ها رو بردم، فقط لکه هایی از رنگ باقی مونده. گالری بورگز فراخوان داد به مناسبت روز مادر که نقاشان همه شرکت کنن و به مناسبت روز مادر کار کنن و جایزه میدن، که خب این فراخوان برای من خیلی جالب بود که منی که تازه اومده بودم، تازه وارد جامعه شده بودم شرکت کنم. آمدم که شرکت کنم، آمدم یک کار کودکانه هم کردم، ولی یک کار دیگه خواستم بکنم. بوم سفید رو رنگ زدم، ناگهان خانمم من خبر داد که تلفن با تو کار داره. من بوم تر رو همینطوری رها کردم گوشه میز و رفتم. وقتی برگشتم نور چراغ که از بالا تابیده بود روی این میز و این تابلوی من که سفید بود و تر و تازه هم بود، گوشه میز فرو رفته بود در داخل بوم و یک برجستگی عجیبی به وجود آورده بود و نورم خورده بود سایه، منو میخکوب کرد و ناگهان با یه فضای تجسمی خاصی روبرو شدم. دیدم عجب فضای عجیبیه. ناگهان به این فکرم اومد که اون طرحی که آماده کرده بودم، که دو تا طرح داشتم، یکی ساخته بودم کودکانه، یه طرح دیگه ساده کرده بودم، می‌خواستم با رنگ خاکستری فقط کار کنم، گفتم همین طرح رو به صورت برجسته بیام کار کنم. بهترین فرمی که نیاز داشتم دایره بود. یک دونه دایره برای سر مادر نیاز داشتم، یک دایره برای سر بچه. گفتم خب من دو تا دایره رو، یکی کوچیک یکی بزرگ، جاسازی میکنم پشت کار و فشار میدم، میبندم که این برجسته بشه روی این طرح. بلافاصله حالا دایره از کجا بیارم؟ آشپزخانه بهترین منبعی بود که داشتیم، بشقاب ملامین.
دو تا بشقاب، یه پیش دستی کوچیک، یه دونه بشقاب ملامین برداشتم و اینا رو درست روی طراحی رو کردم، روی انجام دادم روی بوم. پشت سر مادر یه دونه دایره بزرگ، پشت سر بچه دایره کوچیک، و کار رو گذاشتم در مقابل نور. هیجان اون کار اولیه من 50 ساله با منه و همچنان وقتی که من کارهای سپید سبودی من انجام میدم، واقعا بهتون بگم با همون حس و حال و هیجان من کار میکنم، چون انقدر جذبه قوی داره برای من این کار سبودی که اصلا تمام ذهنیت من رو پر کرده و ازش رهایی ندارم. کار رو بردم به نمایشگاه، جایزه اول رو گرفت و این تشویقا باعث شد که ما دیگه ادامه بدیم و اولین نمایشگاه من با کارهای سپید سبودی من شروع شد.